بسم الله الرحمن الرحیم. محصلین عزیز، خوش آمدین به فصل سیوم قسمت سیوم. در قسمت دوم تا نورشتهی به شما تشریح کرده بودم نورشتهی یا کرکتر سترینگ مجموعه از دیتا تایپ های است که اطلاعات را از نام سترینگ کرکتر یا رشته در خود ذخیره میکنه، یا مجموعه از کرکتر ها. از این نوع جهت نگهداری عبارات و یا حروف از انکودینگ سیستم از کی مورد استفاده قرار میگیرد. به عبارت دیگر، برای نگهداری هر حرف یک بایت از حافظه اشغال می شود، لذا نیاز به کلیشن برای تعیین زبان اطلاعات می باشد. و در اینجا موضوعی از کی استفاده کردیم. اگر بخواهیم اطلاعات را با انکودینگ سیستم دیگری ذخیره کنیم که بتانیم مثلا لسان دری و یا اینکه لسان های دیگر اطلاعات ذخیره کنیم، باید این انکودینگ سیستم فرق کنم و دیتا تایپ های دیگری استفاده کنیم که انشالله او مجموع از نویت های یا دیتا تایپ ها را به شما به معرفی گرفتیم و معرفی میکنیم. خب، زیر مجموعه هایی که در این نوی رشته ای هست کرکتر یا چار ام است. ام پارامتر است، یعنی هر قیمتی از 1 الی 255 میتونه بگیره. ور چار است، این هم قیمت از 1 تا 255 میتواند بگیرد. اما فرقش با چار ایست که این وریبل کرکتر ست است. قیمت 1 تا 255 میتونیم برش معرفی کنیم، اما در صورت از ازی که اطلاعات مکمل وارد نشه، باقی مانده حافظه و سپیس باقی مانده یا فضای باقی مانده با سپیس یا فضای خالی پر نمیشه و بلوب و تکست باینری لارج آبجکت و تکست برای رشته های با طول خیلی بزرگتر استفاده میشه و بالاخره اینم یا اینمریتد با دیتا تایپ هایی که قیمت هایشون از مقادیرشون از قبلا تعیین شده باشه یا مشخص باشه برای اونا استفاده میکنیم. نویت اولش چار یا برای کرکتر استفاده میشه. یک رشته با طول ثابت بین 1 تا 255 میتونه باشه. طولش یک معرفی کردیم، اگر کرکتر ست 3 معرفی کنیم و 2 بایت یا 2 حرف یا 2 کرکتر به او قیمت وارد کنیم، 3 اومیشون با سپیس یا با فضای خالی پر میشه، یعنی 3 کرکتر فضا را اشغال میکنه. تعریف کردن طول ضروری نیست و اگر طول ای کرکتر ست و یک دیتا تایپ معرفی نکنیم، به طور دیفالت یا پیش فرض طولش یا لنتش 1 است. اما اگر بخواهیم مشخص کنیم، میتونیم از 1 الی 255 طولش مشخص کنیم. نویت دیگری که هسته ورد چار است، این هم یک رشته با طول متغیر بین 1 تا 255 کرکتر است و فرقش با چار در ایست که وریبل کرکتر است که وریبل ورد چار است. اگر مثلا قیمت با 225 اگر معرفی کنیم، انگام تعریف کردن یک ستون از این نوع باید طول آن قید شود، 25 معرفی کردیم، اما 20 کرکتر یا 15 کرکتر قیمت وارد شود در این ستون، متبقی حافظه ای که میمانه یا متبقی فضایی که میمانه با اسپیس یا فضای خالی پر نمی شود. یعنی این خوب است برای که جلوگیری شود از زیای حافظه. از این نوع وقت استفاده می شود که حداقل طول ستون مورد نظر غیر قابل پیش بینی باشد. حد اکثرش خیره، حد اقلش پیش بینی شده نتونه. مثلا من نام چقدر معرفی کنم؟ نام 25 کرکتر معرفی کنم، میتونه اسد سر با 3-4 کرکتر رو یک نام باشه. اما وقتی ما بخوایم حافظه ما ضایع نشه، زیاد از زیای حافظه جلوگیری کنم، باز میتونم از ورچار استفاده کنم. به اندازه اطلاعات وارد شده حافظه را اشغال میکنند. هر قدر اطلاعات که وارد شده باشه به اون اندازه اطلاعات حافظه را اشغال میکنند، نه ای که به کدام اندازه که ما تعریف کردیم یا معرفی کردیم. دیتا تایپ بلوب و تکستی است. این یک ستون با طول 65535 کرکتر است، یعنی اطلاعات با کرکترهای خیلی زیاد میتونه ذخیره کنه و با بلوب و تکست ما نیاز نداریم مقدارش معرفی کنیم. منظور از بلوب اشیاء باینری بزرگ است یا باینری لارج ابجکت میباشه، BLOB باینری لارج ابجکت، و از آن برای ذخیره سازی مقادیر بزرگ از اطلاعات باینری مثل تصاویر و ویدیوها و دیگه انواعی از فایل ها استفاده می شود، اما به شکل باینری، از نامش پیداست باینری.
ستونهایی که به صورت تکس تعریف می شوند نیز مقاتل بالای از متن را در خود جای می دهند که مقدار از متن که می تواند ذخیره کنه در بالا معرفی کردیم، اما این به شکل تکست است یا کرکتر سترینگ است و خود باینری لارج ابجکت که است و ابجکت ها یا اشیایی که به شکل باینری بخوایم در دیتابیس خود ذخیره کنیم به اونا استفاده می شه. تفاوت بین این دو آن است که ذخیره سازی و مقایسه اطلاعات ذخیره سازی شده در نوع بلوب به حروف کوچک و بزرگ حساس هستند، در حالی که در مورد ستون‌های تکست چنین مسئله‌ای نیست و دیتا تایپ تکست در حروف خرد بزرگ حساس نمی باشد. این لازم نیست طول برای این نوع اطلاعات ذکر شود، طولش مکسیممش 65535 است و نیاز نداریم که مینیممش ما ذکر کنیم. نویت اطلاعات دیگری که هستن اینم هستن، این نام اینم اختصار شده از enumerated است که در واقع اصطلاح برای لست محسوب میشه. لست به چی مانا؟ بعضی وقتا ستون هایی می داشته باشیم که لست از قیمت های ما پیش از پیش مشخص است، غیر از او لست چیز دیگر باید انتخاب نتانه. مثلا اگر برانچ هایی داشته باشیم برای بانک، برانچ 1، 2، 3، صرف 3 برانچ داشته باشیم، یک برانچ دیگر استفاده کننده نتانه از دل خود یا از خود نامش وارد کنه، صرف اون برانچ های مشخص شده یکی از اونا را انتخاب کنه. و یا ای که لست از ولایت افغانستان که است، لست از ولایت افغانستان مشخص است، اونمو ولایت که داریم لست از نام هایش قبلا مشخص شده باشه که یکی از اونها را بتونه استفاده کننده یا کاربر ذکر کنه، غیر از یک ولایت دیگری که هیچ در افغانستان وجود نداره نام روز از رو باید استفاده کرده نتونه. در این حالات ما میتونیم از دیتا تایپ اینم استفاده کنیم. زمانی که یک نوع از اینم تعریف میکنیم، در واقع لیست از اقلام یا مقادیر یا ولی ها ایجاد میکنیم که مقادیر آنها باید ذکر شود، یا این که میتواند حتی نل باشه، قیمت خالی باشه و قیمت چه باید ذکر کنیم. وقتی که دیتا تایپ به ستون اینم میگیم باید نویتش هم ذکر کنیم، مقدار ولی ها یا مقادیرش باید ذکر کنیم. موارد استفاده هم در ستون های چین نام ولایات، نام دیپارتمنت ها، در یک دانشگاه نام دیپارتمنت ها مشخص است، 3 دیپارتمنت داره، 4 دیپارتمنت داره، اونمو مشخص است، یک دیپارتمنت جدایی با یک اسپل جدایی کسی باید قیمت وارد کرده نتواند. نوع عددی چیست؟ استفاده از این نوع در ستون های برای نگهداری اعداد استفاده می کردد. از یک سبک از کاتگوری از یک نوع عددی که استفاده کنیم اکثرا سر کار ما دیگه با اعداد است. اما چی نوع عدد؟ خرد، بزرگ، چند خانه ای، اشاری یا عدد سری، کدام انواع خاص داره که انشاءالله دانه دانه میخونیم و به تشریح میگیریم. قسمت اولش که است، نوع اولش که است، تینی انت است که اعداد بسیار با اعداد بسیار خرد استفاده میشه. بعد از small int که اندک بزرگتر است یعنی int است، و بعدا به integer است یا int است که حروف یعنی حد نرمالش، و بعدا big int که حروف بسیار بزرگ یا چندین خانه ای که است استفاده میشه. decimal و decimal point داشته باشه، خانه اشاری داشته باشه، float و double و از این دیتا تایپ استفاده میکنیم. نوع عددی کتگوری شداری تصویر میبینید که با چند نوع تشکیل شده، نوع عددی یا نمبرز اول به انتیجر یا اعداد صحیح و فلوتینگ پوینت تایپس یا اشاری تقسیم بندی شده، باز انتیجر هم از خود انواع خاص خود داره، از خود تا خیلی بزرگ و فلوت هم خود انواع خود را داره که از فلوت، دبل و دیسیمال که از خرد به بزرگ شروع میشه. هر کدام از این چند بایت از حافظه را میگیره، درجه ذکر شده 8 بیت میگیره، 16 بیت میگیره، یعنی هر قدر طول اعداد زیادتر ما ذخیره میکنیم و ما اندازه حافظه را زیادتر میگیره، 32 بیت، 64 بیت و عدد اشاری حتی 128 بیت پر سل یا به هر سل و هر حجره از اطلاعات ما استفاده میکنه. تین این چیز تا یک نوع عدد صحیح بسیار کوچک است که میتواند با علامت باشد یا بی علامت. با علامت بی علامت به چی معنا؟ مثلا اگر بخوایم علامت به شما هیچ مهم نباشه،
مثلا اگر ID محصل است، مشخصه محصل است، یک نمبر سیخانه یا چارخانه ای استفاده میکنیم، یک نمبر استفاده میکنیم، اما علامت مثبت منفی دیگه نداره، علامت پیش ما مهم نیست، انساین است، او بی علامت میباشه که طولش بیشتر میباشه. اگر با علامت باشه یعنی مثبت منفی هم داشته باشه، بازی طول تقسیم دو میشه، نصفش طرف منفی میره، نصفش به طرف مثبت محور کمیت وضعی میره. اگر با علامت باشد، محدوده اعداد از منفی 128 تا مثبت 127 می باشد. اگر بدون علامت باشد، باز از 0 تا 255. اینجا مشاهده میکنین وقتی که علامت با ذکر میکنیم از تا 128 یا تا 127 میتونه باشه، اما اگر علامت از او گرفتیم باز از 0 تا 255 را میتونه در خود ذخیره کنند. small int یک نوع عدد سی کوچک میتواند بی علامت یا با علامت باشد، اما بزرگتر از tiny int است. اگر با علامت باشد امکان درج اعداد در محدوده 32767 از مثبت شروع تا منفی 32768 میتونه در خود ذخیره کنه، اما اگر بی علامت باشد باز از 65 تا الا از 0 الا 65535 میتونه در خود ذخیره کنه، یعنی ساین و انساین بودنش. اگر ساین باشه باز تعداد ارقام عددی که میتونه در خود ذخیره کنه کمتر میشه، اگر انساین باشه باز بیشتر میشه. انتیجر چیست؟ انتیجر هم یک عدد صحیح با اندازه عادی است، نرمال اکثر که مورد استفاده میشه، که میتواند با علامت یا بی علامت باشه. انتیجر ساین یا انتیجر انساین میتونیم معرفی کنیم. اگر با علامت باشه درج اعداد در محدوده در رقمی از مثبت الا منفی در رقمی وجود دارد، اگر بی علامت هم باشه این ارقامش از 0 تا خانه در رقمی یا در رقمی میتونه در خود اطلاعات ذخیره کنه. نوع دیگر که است بیگ انت است، این نوع از اعداد صحیح میتواند بی علامت یا با علامت باشه مانند نوعیت های اون گذشته، اما اگر بی نوعیت باشه از مقدار خیلی بزرگ میتونه از منفی لا مثبت باشه، اما اگر علامت مهم نباشه این همین مقدار ضرب دو به سمت راست میتونه باشه، بدون علامت میتونه باشه. خب یک عدد با طول خیلی بزرگ است، به این شکل حفظ کردنش خیلی مشکل است. اگر به شکل توان ما بتانیم میره در حافظه خود داشته باشیم خیلی خوب است، در غیر از او حفظ کردنش که تا چه مقدار اطلاعات میتونه ذخیره کنه خیلی مشکل است. دسیمال نوعیت دیگر که است دسیمال است یا اشاری، این نوع ستون برای نگهداری اعداد اشاری با تعداد اشار مشخص استفاده میشه، تعداد خانه های اشاریشون باید مشخص باشه. این نوع ستون ها بسیار کن بوده و استفاده از آنها توصیه نمیگردد، بخاطر از اینکه خانه خود چند خانه ای باشه، خانه اشارش چند باشه، معلومات بیشتر نیاز داره که ذخیره کنه تا اینکه اعداد با منویت مشخص ذخیره کنه، به او خاطر اندک کند است و استفاده از آن توصیه نمیشود. در این نوع پرسیشن به معنای تعداد کل ارقام می باشه و اسکیل به معنای تعداد ارقام اشار می باشه که در تصویر انشاءالله تشریح میکنیم. اگر ستون به صورت 6 دو ذکر شود، یعنی تمامی ارقام 6 خانه ای باشه به شمول اشاریش و دو که گفتیم از 6 رقم که است دو اشاری باشه، در این تصویر میبینیم که این طرف اعداد صحیح است که خانه ده ها، خانه یکن که میشه 17 و دسیمال پوینت نمبر یعنی اشاری میتونیم به نقطه و یک کامه نشان بدیم و خانه یک بر ده، خانه یک بر صد، خانه یک بر هزار. در اشاری هر قدر طرف راست رفته بریم خورتر اسمالر شده میره به توان ده، و در عدد صحیح هر قدر به طرف دست چپ بریم به توان ده بزرگتر شده میره. و این مثال دیگری که تمامی ارقامش به پی نشان میده و اشاریش به اس نشان داده میشه.
محصلین عزیز، تا قسمت دسیمال در این قسمت فصل سوم به شما تشریح گرفتیم فلوت و باقی مانده نویت ها را انشاءالله در قسمت بعدی فصل سوم به شما به تشریح میگیریم. موفق و معید باشین و السلام علیکم و رحمت الله.